احمد گلشیری مترجم آثار ادبی و از اعضای حلقه اصفهان پس از یک دوره بیماری شامگاه دوشنبه 10 مرداد ماه در 76 سالگی درگذشت. همچنین کریستوف علایی مدیر پیشین انجمن ایران شناسی فرانسه و پژوهشگر و مترجم ادبیات فارسی پس از یک دوره بیماری در 73 سالگی در یکی از شهرهای کوچک جنوب فرانسه درگذشت. فرج سرکوی ما را هم همراهی می‌کند. نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان آقای سرکوی با کارنامه احمد گلشیری برادر هوشنگ گلشیری آغاز کنیم. خب می‌دونیم که از دوران مشروطه به بعد ادبیات ایران و همچنین کتابخانان ایرانی مدیون مترجمانی هستند که با ترجمه آثار با ارزش، هم با ارزش فلسفی یا داستان یا شعر یا غیره، تونستند به اصطلاح چشم‌اندازهای تازه‌ای رو در فرهنگ بگشایند و توانستند به اصطلاح در غنی کردن فرهنگ ایرانی بسیار مؤثر بودند. این هم یکی از دلایلش این است که خب اغلب ایرانیان یک زبان خارجی رو در حد اینکه بتونن آثار رو به زبان اصلی بخوانند نمی‌دانند. حتی بسیار از نویسندگان چنینن و در نتیجه ترجمه ها تأثیر بسیار زیادی میگذاره هم بر ذهنیت مردم و هم بر روند به اصطلاح تفکر و داستان نویسی و شعر. و احمد گلشیری از کسانی بود که به خصوص با انتخاب آثار بسیار با ارزش و همچنین با ترجمه دقیق و درست اونها و همچنین با نوشتن متن‌هایی که کمک می‌کرد به فهم به اصطلاح داستان و نظریه ادبی، نقش بسیار بزرگی در این عرصه داشت. می‌دونیم که همونطور که گفتین برادر هوشنگ گلشیری بود، در سال 1401 متولد شد، در آبادان بودن این خانواده هوشنگ گلشیری، این داستان به خوبی نوشته و بعد اینا به اصفهان میان و در اونجا احمد گلشیری به دبیرستان میره، در دانشکده ادبیات اصفهان درس میخونه و بعد به جنگ اصفهان میپیونده که میدونیم حلقه جنگ اصفهان که مجله بسیار جنگ اصفهان رو منتشر میکردن یکی از بسیار محفل‌های بسیار بارآور ادبی بود که برخی نویسندگان و شاعران و مترجمین بسیار خوب ایران در این محفل به اصطلاح رشد کردن، بالیدن و به ثمر رسیدن. احمد گلشیری داستان یک گوشه پاک و پرنور ارنست میگوی رو ترجمه کرد که در جنگ اصفهان هم چاپ شد، نخستین اثری از او بود که منتشر شد. بعد به تهران رفت، کارهای گوناگونی کرد، مثلا مدتی سردبیر مجله پیک جوانان بود، در ترجمه متن فیلم می‌کرد، درس می‌داد. اما اون به صورت مجموعه آثاری که ترجمه کرده بسیار ارزشمند است، از جمله یک مجموعه چند جلدی داستان و نقد داستان که در 4 جلد منتشر شد. بعد مجموعه 10 رمان از نویسندگان بزرگی مثل مارکز و هم چخوف و ماریا وارگاس یوسا و در این حد. بعد یک مجموعه داره، مجموعه داستان‌های کوتاه که اون هم بسیار با ارزش هست و مقدمه بسیار خوبی که نوشته و اغلب آثاری که ترجمه کرده رو میشه دید که آثار بسیار با ارزش هست. آقای سرکوی، از فعالیت‌های کریستوف علایی هم از شما بشنویم. خب اون در واقع کسی بود بین شرق شناس و مترجم، در 1949 متولد شده بود. بعد یکی چیز دکتراش در واقع یک کتابی بود به نام داستان‌های 1001 روز که از ترکی به فرانسه ترجمه شده بود، در این باره شروع به کار کرد، علاقمند شد و زبان فارسی یاد گرفت. بعد اون دکتراش در ادبیات تطبیقی نوشت، مدتی به ایران آمد، در ایران کار کرد و در اینجا بود که با ادبیات جدید داستانی ایران آشنا شد. اون کتاب معروف پیدایش رمان فارسی رو نوشت که بسیار کتاب معروفی هستش و نقش خوبی داشت در معرفی رمان ایرانی به فرانسه زبان ها و همچنین کتاب سرچشمه های داستان کوتاه و آثار دیگری که منتشر کرده، از جمله بحران آگاهی ایرانی و کتاب هایی که از برخی از نویسندگان ایرانی ترجمه کرده. سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. من از شما.